بر شما. چهارم مرداد ماه 1398 خورشیدی و 26 ژوئیه 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به رسوایی اقتصاد دزد سالار جمهوری اسلامی ایران. پرده آخرم آخر برنامه. پیش از تقدیمی موظفم عرض کنم خدمتتون که به روال معمول برنامه‌های صدای آمریکا نظر مهمانان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. در توضیح تقدیمی اجازه بدین یه اشاره بکنم به قانون حمایت از حقوق معلولان که اول اردیبهشت 97 ابلاغ شده به رئیس جمهور، یعنی به دولت. من فقط یکی دو تا بندشو براتون میخونم که قانون حمایت از معلولان در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی هم این قانون منتشر شده. یکی از بندهاش دسترس پذیری است که میگوید دسترسی شامل سامانه حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات آموزش پرورش، فناوری، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‌ای می باشد که یعنی به معلولان باید به طور مجانی رایگان تعلق بگیره و جهت هماهنگسازی و مناسب سازی اجرای این قانون ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور به شرح زیر تشکیل می شود که از همه نهادها هستند، وزارت کشور گرفته تا راه و شهرسازی، معدن و تجارت، تحقیقات و فناوری، آموزش پرورش، برنامه و بودجه، صدا و سیما، بنیاد شهید، شورای عالی استانها و و و و و, و بعد متخلفان از رعایت این ماده حسب این مواد حسب مورد به مجازات تعزیری، جزای نقدی، قانون مجازات اسلامی مساوی فلان، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و و و و و محکوم می شوند و در خدمات بهداشتی هم وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی مکلف از پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت را به گونه‌ای تأمین کند که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توان بخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش بده و با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‌های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزش و مشاوره‌ها به خانواده‌ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید، غیره و غیره و غیره. خب تقدیمی این هفته به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران. احمد فقی مذاکره هستم، 13 تا راننده تاکسی بودم که بر اثر تصادف لاینقایی شدم، الان با 10 تا سابقه به من 420 تومن میدن، امسال شده تازه 520 تومن. آقای محترم مسئولی ندید این 520 تومن کی خانواده من میشه؟ با دو تا بچه، با دو تا داماد میام میرم، رفت آمد دارم با این 520 تومن. من یه لوازم بهداشتی به ما میدادن، اون لوازم بهداشتی رو قطع کردیم، همین پول لوازم بهداشتی من نمیشه 500 تومن. یکی از بحثایی که امروز تو مردم مخصوصا بین کسبه رایج، همه جا در ایران، که چجوری میشه نوسان قیمت ارز رو فهمید. یعنی اگه امروز یه جنسی بخرم میتونم پیش بینی کنم که یه هفته دیگه، دو هفته دیگه چقدر ضرر میکنم یا چقدر سود میکنم یا بفروشمش؟ هیچکی نمیتونه پیش بینی کنه. واحد پول مملکت ریال یا به تسامح تومنه، ولی قیمت ها در واقع به دلاره. یعنی یه وقتی بود که با بالا رفتن قیمت ارز اجناس بلافاصله گرون میشدن و از سبزی فروش سر کوچه هم میپرسیدی چرا یهو از دیروز تا امروز اینقدر گرون شده این سیب زمینی، میگو من نمیدونی تو این 24 ساعت ارز چقدر رفته بالا. یه ظاهرا منطقی در کار بود، هم سان هم روند قیمت ارز اجناس هم میرفت بالا. حالا به هر حال بشنویم دکتر حسین راغفر، اقتصاددان در تهران. امروز بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان از منابع و وجوه مردم نزد بانک های خصوصی معلوم نیست سرنوشتش به کجا انجام میده و این یکی از دلایل در واقع تصمیماتی است که دولت با همکاری مجلس گرفتن افزایش قیمت ارز. در واقع یک سبد
نجات بانک‌های ورشکسته و فاسده که یکی از اقلام اونها افزایش قیمت ارز فروش سکه از طریق همین بانک‌های فاسده که منابع بسیار بزرگی رو برای اینها تجهیز کرده، قیمت سکه رو از 1.5 میلیون تا 5 میلیون تومان ارتقا میده. ما او تفاوتش به جیب آقایون میره. حداقل 9 میلیون قطعه سکه کامل ضرب و توزیع شده از طریق همین نظام. بنابراین این یکی دیگه از افزایش قیمت ارز که از 3500 تومان به بالغ بر 14000 تومان افزایش پیدا کرده، برنده اونها در واقع همین به اصطلاح نظام بانکی فاسدی است که ورشکسته است. و بنابراین ملاحظه می فرمایید که کی تصمیمات اساسی رو می گیره؟ اینا مردم عادی و عامی نیستن که چنین تصمیماتی رو می گیرن. اونایی که در مقام های مهم نشستن مثل بانک مرکزی تعیین قیمت ارز می کنن و به دروغ به مردم و به جامعه می گوین که این بازار است که این رو تنظیم می کنه. اینا همه در واقع برای مهندسی افکار عمومی به اونها دروغ هم میگن، دست در جیب مردم میکنن به اسم در واقع اون چی که اتفاق افتاده ازش موان مالیات تورمی اسم برده میشه. بنابراین مردم صبح شب میخوابن، صبح ها میشن میبینن که 30% از ارزش پولشون کاسته شده. مردم رو، ترجیحات مردم رو تغییر میدن و بنابراین مردم رو به تلاش میاندازن برای اینکه چگونه سرمایه های مالی خودشون رو حفظ کنن. به همین دلیل وقتی حتی قیمت های کالاهای باک بدون کیفیت افزایش پیدا میکنه مثل خودروسازی، مردم هجوم میارن برای حفظ سرمایه های خودشون. مردم رفتار منطقی دارن ولی مذموم شناخته میشن و به اونها رو متهم میکنن که ارز که میره، مردم شما نیایید ارز بخرید. مردم نقش و سهم خریدشون از ارز بسیار نازل تر از اون چیزی است که آمار رسمی میگه. دروغ بزرگیه و این مادامی که این دروغ و فسادی که در کشور رایج شده و هیچ واکنشی هم از سوی مردم احساس میکنن که مسئولین وجود نداره، که این البته خطای بسیار بزرگی است که میکنن، اینا کماکان به این روند اقتصاد غارتی ادامه میدن. بله، سیستم بانکی هم که دست همین مافیای حاکمه. سپرده های مردم انگار صاف میره تو حساب افراد همین مافیا. اینکه فردی میاد میره از بانک چند هزار میلیارد تومان وام میگیره و بعد وامی رو که گرفته به اون هدف اصلا نمیخوره و بعد میبره جای دیگری مصرف میکنه و بعد معلوم میشه که کلی فساد درست شده و با این پولشویی کرده، کلی فرایندهای فاسد دیگر رو رشد داده. ما شاهد این نیستیم که خب برخورد قاطع، چرا پیشتر اقدام نمیشه؟ چرا وقتی که این وام های کلان از سوی نظام بانکی پرداخت میشه کسی سراغ این افراد نمیره که شما وثیقه‌ای که گذاشتیم پیش این بانک چیه؟ که وقتی که اون پولا غارت میشه حداقل بتونن وثیقه‌اش جبران کنن. و به همین دلیل یکی از دلایل این که امروز بانک ها به خصوص بانک های بخش خصوصی با مشکلات بسیار گسترده روبرو هستن همین وام های سیاسی که پرداخت شده. با نفوذ منابع بزرگی رو از بانک ها به این افراد تخصیص دادن و بعد امروز هم بدون وثیقه این منابع هم از کشور خارج شده یا در فرایند های فاسد از بین رفته. پولی برای بانک ها وجود نداره. کف دیون معوقه بانک ها بعد از دولت 11 کفش 160 هزار میلیارد تومان بوده که رقم بسیار بزرگی است و این منابعی است که واگذار شده، پرداخت شده
وثیقه کافی براش گرفته نشده. علت چی هستش که مداخله قدرت و سیاست در نظام بانکی بوده. نظام بانکی یک نظام بسیار شفاف به لحاظ قوانین و مقررات که چگونه باید دیگه وام بدن و چگونه باید که از منابع بانکی حفاظت بکنن، اما این اتفاق نیفتاد و ما هیچ وقت شاهد این نبودیم که دستگاه قضایی در اینجا برخورد کنه، هیچ وقت شاهد این نبودیم که نمایندگان مجلس معترض باشند به این فسادها و فریاد بزنن. نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی که خودشون تو این چرخه مافیایی فعالن، رئیس دوزان، حالا در ادامه برنامه خواهم گفت. در خدمت آقای دکتر حسن منصور هستیم، استاد اقتصاد مدرسه عالی اقتصاد بازرگانی پاریس. آقای دکتر خوش آمدید به صفحه آخر. آقای دکتر منصور، در شرایط تحریم، حالا از آقای دکتر راغفر گفتن که به چه دلایلی ارز شتابناک و بیرویه افزایش قیمت پیدا کرده، خب ولی ما میبینیم که از مهر ماه 97 تا امروز از 19,000 تومان آمده به حدود 12,000 تومان امروز. تا همین ماه گذشته بیش از 2,000 تومان نرخ دلار اومد پایین. پی هم صحبت میشه که این نرخ واقعی نیست، ولی واقعیت این است که همین الان دلار داره تو بازار ایران با همین نرخ خرید و فروش میشه. چرا؟ چرا اومده پایین؟ بله، عرض بکنم یک نکته اساسی که همکارم آقای دکتر راغفر توضیح دادن خیلی مسئله مهمیه، اینی که از مجموعه درآمدهای دولت وصول مالیاتی محدوده، یعنی نمیشود گسترش داد بیش از اونی که هست. درآمد نفتی محدود و محدود شونده است. میمونه درآمدهای ارزی. تغییر نرخ تسعیر ارز به ریال تنها جایی است که دستگاه پولی و مالی کشور جای مانور داره. در نتیجه قابل پیشبینی بوده، هست و پیشبینی هم شده که دولت تنها میدانی که درش میتونه بازی کنه اینی که قیمت ارز بالا ببره برای ترمیم کمبودهای مالی و ترمیم هزینه های لازم و غیر لازمی که در پیش داره. این درست همون داستانی است که انجام میگیره و با ارقام بسیار نجومی انجام میگیره. این به جای خود. برگردم به سوال شما که مسئله بسیار جدی است. سوال بسیاری از کسان در ایران بوده، چند تنی با من تماس گرفتن که ضرورت‌های حرفه و روزشونه. عرض بکنم ببینید، ارز به عنوان یک کالا یه قیمت داره و یک ارزش داره. قیمتش با عرضه و تقاضا تعیین میشه. یعنی اگر متقاضی زیاد باشه قیمت بالا میره، اگر عرضه کمتر از میزان تقاضا باشه قیمتش بالا میره و بالعکس. اما یک ارزش هم داره که بهش میگیم ارزش ذاتی، intrinsic value. اون عبارت است از قدرت خرید اون پول. یعنی اون سبد کالایی که مقداری از تومن اون رو خریدار میکنه در برابر همون سبد کالا که به دلار خریداری میشه، در نهایت اینها تامین کننده ارزش ذاتی اون پول هست. یعنی اینکه یک دلار 3,000 تومان باشه، 10,000 تومان باشه، 15,000 تومان باشه، این در نهایت امر بستگی به اون داره. منتها این ارزششه. قیمتش رو چی تعیین میکنه؟ قیمتش در بازار ارز تعیین میشه. پس باید نگاهی بکنیم به بازار ارز. در ایران بازار ارز چه ساختاری داره؟ عرضه کننده عموماً دولته. یعنی این دولت است که عمدتاً درآمدهای ارزی رو داره یا هدایت میکنه اونی که در بخش خصوصی است. عرض کنم یک بازار آزادی رم گذاشتن در اونجا. خب این بازار آزاد در واقع نشان میدهد که چه مقدار از ارزهای حاصل شده از فروش کالاهای صادراتی به ایران برمیگرده. برای ساده کردن فرض بفرمایید که 40 میلیارد دلار
از ایران کالای غیر نفتی که به بخش ظاهرن خصوصی باید تعلق داشته باشه صادر شده، چه مقدار از این پول وارد کشور شده. به گفته رئیس بانک مرکزی همین ماه می از این 40 میلیارد دلار حدود 18 میلیارد دلار وارد شده. معنی این سخن چیه؟ معنیش این است که اون حدود 22 میلیارد دلاری که صادر نشده به انگیزه های متفاوت، یکی از انگیزه ها میتونه این باشه که اونا ارزیابی میکنن که ارزش ذاتی این پول بیش از آن است که در بازار ایران میتونن وصول کنن، در نتیجه وارد نمیکنن. دلیلی دیگر هم داره، ولی این از کنم اصل قضیه است. کیا وارد نمیکنن آقای دکتر؟ کیا اون دلار رو صادر کننده ها؟ اینجا مربوط به دولت نیست. نه، کالاهای به اصطلاح غیر نفتی که بخش خصوصی، البته بخش خصوصی، بخش خصولتی و تمام اینا، اینا این مقدار از اون 40 میلیارد دلار به گفته رئیس بانک مرکزی فقط 18 میلیارد خورده ایره وارد بازار کردن به صورت کالا یا به صورت پول. اون بقیه که نشده دلایلی داره. یکی از این دلایل این است که دلیل امنیتی وجود داره، پیش بینی آینده وجود داره، بردن به خارج همین جای خود داره. یکی از دلایل این است که ارزش ذاتی اون پول رو بیش از اونی که در بازار ایران هست ارزیابی میکنن، بس وارد نمیکنن یا انتظار دارن که در آینده بالاتر از اون باشه، اون وقت وارد بکنن. به این ترتیب حالا نگاه دقیق تری بکنیم به این بازاری که در اونجا قیمت تعیین میشه. دولت اومده، بانک مرکزی، یک بانک ارز نیما، یعنی نظام یک پارچه معاملات ارزی رو ایجاد کرده، سیستم کامپیوتری که خریداران و فروشندگان ارز اونجا با هم تماس بشن، قیمت رو اعلام بکنند و قیمت توافقی مورد معامله قرار بگیره. در اینجا عامل سومی وجود داره به نام مارکت میکر، یعنی بازارساز، یا در ایران هر از گاهی بهش میگن بازارگردان. این بانک مرکزی است. بانک مرکزی به عنوان بازارساز از طریق صرافی های خودش پولایی رو وارد میکنه برای اینکه قیمت رو در حد هدف خودش تثبیت کنه. یعنی قیمت بالاتر از اون که بره، این بازارساز خریداره، پایینتر از اون بره، بازارساز فروشنده است. اینجا میرسیم به یک نکته اساسی و کلیدی، و این که این قیمت هدف که بازارساز اون رو در نظر میگیره در چه ترازویی با چه معیاری سنجیده شده. آیا این قیمت هدف با قیمت ذاتی اون ارز برابری میکنه یا نمیکنه؟ اگر برابری نکنه این اتفاق میفته که بازارساز فرض بفرمایید قیمت 11000 رو برای دلار تعیین میکنه، میخواد در اون حد تثبیت کنه و اون وقت ارزهایی که باید بخش خصوصی وارد بازار کنه وارد بازار نمیشه. در نتیجه این خطر وجود داره که وقتی این قیمت هدف بازارساز پایین تر باشه، مقداری از پول کشور همینطوری بره بیرون و بر نگرده. حالا این ترازویی که بازارساز یعنی بانک مرکزی در نظر میگیره چیه؟ این میتونه به طور کلی با چهار مبنا تعریف بشود. یکی بر مبنای ارزش ذاتی. اگه ارزش ذاتی رو مبنا قرار بدیم، باید بازار آزاد ارز وجود داشته باشه، عرضه و تقاضای آزاد قیمت ارز رو تعیین کنه. عوامل بسیار بغرنگی وارد کار خواهد شد، در این مجال اندک نمیشه وارد اونها بشم. عامل دوم چیه؟ یکی از هدفها در تعیین کردن قیمت ارز سیاست موازنه تجاری است. یعنی قیمتی برای ارز تعیین بشود که صادرات کشور عموماً صادرات غیر نفتی رو با واردات کشور برابر کنه. آیا ما چنین نرخی در ایران داریم؟ نداریم. چنین هدفی هم هیچ وقت از سوی بازارساز دنبال نشده. معیار سوم سیاست تامین بودجه است. این یکی از معیارهایی است که مورد استفاده سیستماتیک جمهوری اسلامی واقع شده. یعنی
برای تامین نیازهای مالی دولت قیمت ارز بالا میره. نکته که دکتر راغفرم بهش اشاره کردن مسئله بسیار کلیدی است. در واقع دولت ایران و بانک مرکزی سیاست ارزی نداشته، بلکه سیاست بودجه‌ای رو دنبال کرده. سیاست سوم یا چهارم، معیار چهارم، عبارت است از تعیین قیمت ارز به منظور تسهیل ورود کالاهای سرمایه‌ای تکنولوژیک و راه انداختن توسعه. این سیاستی بود که در زمان نظام سابق انجام می‌گرفت. یعنی اینکه یه زمانی در ایران بحث این بود که دلار برای 7 تومن خیلی ارزونه، باید 10 تومن باشه. خب این رو دستگاه سعی میکرد در بازار از طریق مکانیزم بازار در حد 7 تومن نگه داره، چون هدف این بود که کالاهای سرمایه‌ای آسونتر و ارزانتر وارد بشن تا به جریان توسعه کشور کمک بکنه. پس به این ترتیب جنبندی قضیه این است که امروز در این بازاری که عرضه کننده عمده خود دولته، طبیعی است که دولت میتونه هم مکانیزم عرضه رو کنترل کنه. خب امروز که در شرایط تحریم های دکتر، با توجه به اینکه صادرات و واردات به ویژه واردات کالاهایی که به ارز بستگی داره بسیار بسیار، در واقع همه کالاها بسیار سخته با این وضعیت تحریم و شکستگی بانک ها، وضع اقتصاد ایران پول نداره حتی پول کارکنانش رو دولت بده، همه این داستان یعنی کمبود ریالی و ارزی، چرا سوال بنده این است که چرا آمده پایین و تونسته دولت در همین یک ماه گذشته، لااقل بیش از یک ماه گذشته، تا حدودی ثابت نگه داره این قیمت ارزو؟ این تونستن از کنم ببین درش هیچ رازی وجود نره. سوال بسیاری از عاملان بازار همینه. این تونستن اینه که اون مبنای اقتصادی که هر اقتصاددانی میتونه حساب کنه محاسبه ارزش ذاتی اون ارزه، دولت با این عمل نمیکنه. این دولت با سیاست تامین نیازمندی های بودجه‌ای و هزینه های خودش این کار میکنه، در نتیجه قیمت ارز بالا میبره، میتونه پایین بیاره. از یک طرف در همین چند ماه گذشته به علت سفت و سخت شدن عرض کنم خروج از ایران، مسافرت به عنوان توریسم، هزینه های توریستی از این حرفا، از سوی دیگر اصولا در افتادن با غرب که معاملات با غرب و از کنم مشکل تر میکنه، حتی تحصیل در خارج رو مشکل تر میکنه، هزینه دانشجویی نمیتونه برسه، تمامی اینها طرف تقاضای ارز رو تضعیف میکنه. طرف ارز هم که عمدتا دست دولته و دولت در اونجا به عنوان بازارساز بازی میکنه. حالا چرا این کار میکنه؟ چطور تونسته از 14 تومن 15 تومن به 11 تومن 12 تومن بیاره و در این هم ثابت نگه داره؟ به هر قیمتی، ببینید هر تصمیم سیاسی یه قیمت یه هزینه اقتصادی داره. دولت ممکنه سر این تصمیمی که میگیره چندین و چند میلیارد دلار از مال مردم رو به هدر بده، ولی هدفش چیه؟ هدفش این است که میخواهد بگوید تحریم ها برای ما اثر نداره، علارغم تحریم ها ما ایستادیم. یعنی به خاطر همین موضوع رو مگه احمدی نژاد نکرد که دلار رو در حد 1100 تومن نگه داشت برای سالها و سالها، در حالی که همه میدونستیم و نوشتیم که دلار باید اون روز در حدود 3500 تومان می بود. پس این کارو سیاستگزار میتونه انجام بده، مطابق این تصمیم رو باید ناگزیر ملت بپردازن. بسیار خوب، همون ملت بپردازن. منظور این است که پس چرا قیمت ها تابعی از نوسان بازار ارز نیست؟ قیمت ها همینجوری میره بالا در حالی که ارز نوسان داره. این درسته. ببینید این رابطه که دولت میخواهد برقرار بکنه در گفتن، برای اینکه معاون دولت اعلام کرده که 6 ماهی صبر کنید که همین نزول قیمت‌ها روی قیمت کالاها منعکس میشه، این در واقع سوء استفاده کردن از یک نظریه اقتصادی است. واردات وارد چرخه تولید میشود، در نتیجه در اون چرخه تولید قیمت کالاهایی که جدید وارد شده برای 4 5 6 ماه دیگه منتقل می شود به بازار. این منطق در شرایطی است که چنین جریانی باشه. در ایران موضوع اینطوری
عمل نمیکنه. یعنی این نیست که این ارزان شدن ارز سبب می شود که کالاها ارزون تر یا گرون تر شدن گرون تر بشه. دولت تمام پولایی رو که از ارز رسمی با 4200 تومان پرداخت کرده و میکنه، هیچ کدوم از اینها معادل این 4500 تومان در بازار فروخته نشدن، بلکه به نرخ بازار رسم آزاد فروخته شدن. در نتیجه این یک سوء استفاده از یک منطقه اقتصادی است. این کار رو می شود انجام داد. هر دولتی می تونه این بازی رو انجام بده، هزینه شو به ملت سرشکن بکنه. به این ترتیب اعجازی هم انجام نمیگیره. دولت در اون بازار ایستاده با ارز موجودی که مقدارش هم اعلام نمیکنه، با اون ارز موجود میتونه بریزه بازار و قیمتا رو در حدی که میخواهد کنترل بکنه. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد مدرسه عالی اقتصاد بازرگانی پاریس. خب پیش از گفتگو با آقای دکتر منصور عرض کردم که قوه قضاییه و مجلس خودشون رئیس دوزان و انتظار مبارزه اینا با فساد و غارت یا بلاهت یا کاملا به هر حال پرت. درباره قوه قضاییه تو این برنامه امشب میگم، مجلس رو میذاریم هفته آینده، یک کیسه بهش میکشیم. قوه قضاییه، ببینید فقط یه نمونه ببینید از همدستی وزارت خانه ها و قوه قضاییه در این چرخه مافیایی. مشق قربون علی، پیرمرد پنجم ابتدایی با تحصیلات پنجم ابتدایی، از سال 93 تا 97 توی 4 سال 456 میلیون دلار ارز دولتی بهش داده شد که بره ورق استیل و اینها وارد بکنه. هیچی وارد نکرده، ارز رو تو بازار آزاد فروخته. پنجم ابتدایی تحصیلاتش. بعد به همینجا متوقف نشده، با این سودی که اینجا کرده گفته خب حالا سال 97م چیکار بکنیم؟ بریم ماشین سازی تبریز رو بخریم. تو خصوصی سازی ماشین سازی تبریز سال 97 به قیمت کارشناسی سال 94 بهش واگذار میشه. 611 میلیارد تومان، 100 میلیارد نقد، بقیه‌اش اقساط 5 ساله. خب شما هر کسی رو بذارید جای مشق قربون علی ثروتمند میشه دیگه. یعنی کاری نداره که این آدم تلاشی نکرده، زحمتی نکشیده. ماشین سازی تبریزی که تو اسناد ویکیلیکس هست، یکی از صنایع استراتژیک ایران. این مشق قربون علی تسامح نیست یا مسخره کردن نیست، این یه آدم واقعیه که علیرضا بیکی نماینده مجلس، این شخصی که صحبت میکرد آقای میلاد گودرزی بود، سردبیر شهرداد نیوز که حالا باز خواهیمش دید، و علیرضا بیگی نماینده مجلس میگوید ماشین سازی تبریز به مشق قربون علی فروخته شده که نه تنها سواد خواندن نوشتن ندارد، بلکه یک اخلالگر ارزی است. او کسی است که طی سال 94 تا 97 قریب به 500 میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد ما به تفاوت قیمت ارزی دولت، ارز دولتی و آزاد، پول خرید ماشین سازی تبریز را به دست آورده. حالا مشخص شده این فرد با خریدار شرکت هفت‌تپه هم مرتبط است. دو جوان 30 ساله‌ای که یکی از آنها دارای سابقه جعل و دسیسه است و از محل تقلب، جعل و رشوه بیش از 1 میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کردند و با خریدار ماشین سازی تبریز در ارتباط بودن. ببینید اینا رو من نمیگم ها، من عیناً خوندم صحبت آقای علیرضا بیگی نماینده مجلس رو، که حالا من نمیدونم چه منافعی داره ایشون از فاش کردن این حقایق این نظام مقدس. دوستالاری یعنی چی؟ همه میدونن که این گلپسرایی که همون 30 ساله هایی که شدن صاحب هفت‌تپه دزدای کلونن، اما حمایتشون میکنن از دادستانی خوزستان گرفته تا امام جمعه‌اش تا همشون. اسماعیل بخشی نماینده کارگرای هفت‌تپه رو که همین حرفای این نماینده مجلس رو میزد میندازن زندان، شکنجهش میکنن و اینا رو باد میزنن، حمایت میکنن. قوه قضاییه جز سرکوب و خفقان و زندانی کردن بیگناه ها چه کرده تا حالا؟ اصلا وقت ندارن مدیرای دستگاه قضایی و قضات شریف. سفره ایست که اونا از همه بیشتر میتونن بخورن، چون قدرتشون از بقیه بیشتر. دادگستری استان قزوین مرغوب ترین زمین های کشاورزی ایران در دشت قزوین هفت سنگان را تصرف کرده و مشغول زمینخواری و ویلاسازی غیر مجاز 25 هکتاری برای قضات است. قوه قضاییه که باید نهادیه که خودش با فساد و اینا مقابله کنه، اومده و تغییر کاربری داده زمین های کشاورزی رو و به ثمن بخص خریده و تبدیل به تعاونی قوه قضاییه و مسکن کرده. زمین کشاورزی که از ستاد اجرایی گرفته رو
فاجعه این موضوع اینه که تمام مدیرای استان تقریبا از مدیرای سازمان سفت، مدیرای قبل وقت دادگستری، مدیرای شهرداری، اینا همه اینجا اومدن زمین گرفتن تو این تاوانی و تو این قطع بندی که شده. تخلفات خیلی عجیب غریبی داره، حدود 24-5 هکتاره که تا اونجایی که چشم کار میکنه تقریبا زمینه. اومدن اینجا زمین گرفتن تو اینا و کاملا همه چیز غیرقانونی و تخلفه. و هر نهادی که ورود کرده و شکایت کرده رو، چون تقریبا تمام مدیرها اینجا بودن، قل و قمع کردن. یعنی هر کسی اینجا ورود میکرده و اعلام مخالفت میکرده که قانونی نیست، مثلا جهاد کشاورزی یا نهادهای دیگه، برای همهشون پرونده تشکیل دادن، برای این بچهای دانشجو فعالای معترض که همهشون پرونده تشکیل شده براشون تو قوه قضاییه و هر پرونده‌ای تو دادگستری میرفته اینا حل و فصل میکردن، یعنی رد میکردن و به نفع خودشون رأی صادر میکردن، چون تقریبا قضات همه قطعه دارن. همین قطعه که الان ما جلوشیم، قطعه 5000 متری، قطعه 4000 متری، متعلق تقریبا تمام قاضیهای استان، مدیرهای سابق شهرداری و همه مدیرهای سازمان ثبت، اینا همه اینجا تقریبا قطعه دار و پرونده دارن. یه نکته خیلی فاجعه بارتری هم که داره و خیلی اتفاق غلطی رخ داده اینه که این ور در واقع قطعای مردمه، زمینای مردمه، باقای مردمه. اینا دارن میبینن تو شرایطی که اون ور یه آلونک 2 درصه، یه آلونک کوچولو نمیتونن بسازن، ولی در مقابلشون وقت این ور داره ساخت و ساز میشه چون مدیران. همه این زمینا مال مردم بوده که ستاد اجرای فرمان امام مصادره کرده. اینجا تو هفت سنگان قضات شریف 25-6 هکتار زمین کشاورزی رو از ستاد اجرایی میخرن، تغییر کاربری میدن، خودشونن دیگه امضا میکنن. تو هفت سنگان قزوین اینجوری، تو لواسون هم که همچنان رسواییاشو یکی یکی داریم میبینیم همینطور. اردیبهشت 93 یه دهالی مرتبط و سرشناس لواسان نامه می نویسن به خامنه ای که آقا این ستاد اجرای فرمان امام همه درخت های اینجا رو خوش کرده. رهبر معظم که وقت نداره جواب بده، کسی هم دلش نسوخ برای باغ حکمت که ستاد اجرای فرمان امام خرابش کرد و داد دست پیروان امام. تو نظام های فاشیستی هیچ که نمیتونه با پیشوا در بیفته یا با متعلقات پیشوا یا حتی ازش انتقاد کنه، همه باید مطیع و فرمان مدار باشن، مخصوصا که آقا نماینده خدا بر روی زمین و امام عصر. نماینده هاشم با خونواده هاشون چنان خاک مملکت رو به توبره میکشن که دیگه جایی برای بی خانمان ها نمونده. یک نمونه، آقای علی شمخانی دریابان، فلان فلان فلان، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر معظم در این شورا. یاشار سلطانی روزنامه‌نگار در تهران نوشته است در اسناد تخلف لواسان فرد مجهولی وجود داشت به نام محمد طاها میر محمد علی که چندین پرونده تخلف سنگین در کمیسیون ماده 100 به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز داشت. سوال این بود که این فرد چه نسبتی با سایر متخلفان موسوم به میر محمد علی شاه داماد شمخانی و داماد صفدر حسینی دارد؟ حالا اینا رو می‌خوام گفت. همین فرد از طلبکاران میلیاردی و سپردگزاران مؤسسات مالی اعتباری کاسپیان نیز هست. شاید جالب باشد بدانید بعد از پیگیری متوجه شدیم این فرد نوه دبیر شورای عالی امنیت ملی و یک پسر بچه 3 ساله است که عمده پروانه های ساختمانی و تخلفات و جابجایی پول ها را به نام وی انجام می دهند. یاشار سلطانی اولین بار موضوع ساخت و سازهای لواسون و ارتباطش با دمکلفتای مثل شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و البته نماینده رهبر معظم در این شورا رو فاش کرد که البته براش هم هزینه داشت و همچنان هم داره ولی کارشو داره میکنه. بعد بچهای اسکان نیوز و شهرداد نیوز که بیشتر از دانشجوهای عدالت‌خواه هستن قضیه رو پیگیری کردن. یه تیکه از یه فیلمی رو ببینید که تهیه کردن این بچه‌ها. حد حقه بازی داماد شمخانی رو ببینید. از اول خبرنگار با دوربین مخفی داره با داماد شمخانی صحبت میکنه ولی آخدومات میگه اصلا شمخانی و خانواده‌اش نمیشناسم، من یه پیمانکار ساخت و سازم، اسمم هم کماله. ببینید چه کمالی. خسته نباشید آقای میر محمد علی رو من میخواستم ببینم. نیستن چطور مگه؟ این ساختمون ایشونه درسته؟ کدومه؟
اینی که خانم حسینی اینا ها نه این دو تا میر محمد علی یه دونه داریم کوچه دو تا نداریم یه دونه داریم خب کدوم این میر محمدی این میر محمد علی یه دونه داماد شمخانیه داماد شمخانی نیستش ما نمیشه تو آها یه میر محمدی اینه میر محمدی یا میر محمد علی میر محمد علی اینه که خانومش نماینده مجلس خانم حسینی نه فکر نمی‌کنم خب چطور مگه تو اخبار من خبرنگارم تو فضای مجازی منتشر شده اخبار اینا او. که آقا اینا دارن میسازن و اینا گفتیم بیایم ببینیم چیه داستان اون همه میسازن خلاف و همون دیگه ما اومدیم همه رو ببینیم همه میسازن اگه میخوای من خودم ببرم همه رو بهت نشون بدم هادی میر محمدی مال آقا هادی این هادیه هادی هانی هادی داداش بزرگه است کوچیکه چون یکیشون که شوهر نماینده مجلس است خانم حسینی شما میشناسی؟ من فکر نمی‌کنم بشه. نه خانم حسینی نمی‌شناسی من تهران دیگه. من فکر کنم این مال اونه. حالا باشه. به فرض که باشه دزدی کرده مگه؟ نه آخه تخلف اگه نداشته باشه آقا تخلف یعنی چی؟ مثلا یه دیوار داشت. فارمش دیوار داره. نه yeah. حرفا شروره. نه تخلف رو تخلف اجازه قانون تو شهرداری لواسون میگه 150 متر مجازی بسازیم ولی همه چی کار میکنه؟ بیشتر میسازن چرا؟ شهرداری میاد میگه آقا به جای اینکه 150 متر رو تو بسازیم من ازت پول بگیرم مثلا از قرار متری 500 هزار تومن تو برو خلاف بکن چرا؟ خودش میگه چرا؟ که 6 برابر ازت برای اون اضافه پول بگیره مگه کسی مجانی اینجا میزنه میبره ماده 100 میبره ماده 100 ماده 100 5 برابر 6 برابر جریمه میکنه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها متشکل از 3 عضو نماینده استانداری نماینده شورای شهر و یک قاضی به نمایندگی از دستگاه قضایی که وظیفش رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در شهر هاست این کسی که سردبیر شهرداد نیوز باش صحبت میکرد حسن میر محمد علی داماد شمخانی بود برادر هادی و هانی میر محمد علی که همین حسن میر محمد علی آخدوماد میگه این ویلاها به اسم اوناست ما بریم بریم اینا کسی هست الان نه نه بود نیستش رفتن اینجا بودن دارن کار میکنن که آقا سلام علیکم آقا خدا قوت عکس تابلو شناسایی که منتشر شده متعلق به این ملکه پلاک ثبتی 19.792 که روی تابلو مالک هادی میر محمد علی و شرکا قید شده. طبق اسنادی که به دستمون رسیده این ملک قبلاً جزئی از باغ حکمت معروف متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام بوده تو سال 89 به این خانواده فروخته شده و هادی میر محمد علی، هانی میر محمد علی و همسرش فاطمه حسینی مالک اون شدن. با آقای میر محمد علی من کار دارم نمیان اصلا سر بزنن و اینا ساختمان داداشه ساختمان داداشش کدومه؟ این گنده سفیده مال داداششه؟ اما جالب ترین بخش ماجرا اینجاست فردی که به ما خودش رو پیمانکار اون یکی ساختمون یعنی پلاک ثبتی 19.979 معرفی کرد و هر گونه ارتباط این ملک به حسن میر محمد علی داماد آقای شمخانی رو رد کرد دقیقاً کیه پیمانکار مطلعی که حتی حاضر به مصاحبه جلوی دوربین ما هم شد ولی من تو اخبار دیدم اینم مال داداش میر محمد علی مطمئن شما الان دست شما داره کار میکنه اینجا کیه آقای کمال آقای کمال نه خالی نکنی چی یه زنگ به احمدی بزن آقا دم شما گرم مزاحمت شدیم دست شما درد نکنه حالا میخوای ببرن بازم نشونت بدم نه همه همینن دیگه دم شما گرم زحمت کشیدید نمیخوای گزارشی کنی مصاحبه میکنی شما یعنی میکروفون بیاری مصاحبه بگیری آره. خب بیا خب شما دوربین رو اوکی کنید میخوام بریم بالایی بالای قشنگتر آره بریم بالا اینجا نور هم نداریم پله ها رو چجا کجا داریم پله هم نور نداره نگیر علی پله هم نور نداره بذار همین رو بگیر با سرچ اسم حسن میر محمد علی در اینترنت به سایتی از معرفی وکلا میرسیم که توی اون حسن میر محمد علی رو وکیل دادگستری معرفی میکنه شماره موبایل موجود توی این سفر رو تو تلگرام سرچ کردیم و عکسای پروفایلش رو درآوردیم درست حد زدیم
فردی که الان جلوی دوربین ماست، حسن میر محمد علی، داماد آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملیه. میخواست مصاحبه کنه، مثلا کلا گذاشت سرش. سردار شمخانی، ببخشید گفتم سردار، دریابان شمخانی باید واکنش نشون بده دیگه، نمیتونه سکوت کنه یا دومش بذاره رو کولش بره. واکنش همیشگی اهل حکومت در اینجور مواقع. یک منبع آگاه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اطلاع داد که با وجود رابطه فامیلی میان حسن میر محمد علی و شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، این مهم باعث بروز تخلفات نبوده است و آقای شمخانی هم علاوه بر اینکه اجازه چنین سوء استفاده هایی را نمیدهند، خود ناراضی هستند و در حال پیگیری موضوع از مجاری قانونی هستند. بنابراین رابطه بین نسب فامیلی و خانوادگی و تخلفات وجود ندارد. یعنی چی؟ بعدش چی؟ بعدش همون حسن میر محمد علی آقا دومادش رو میفرسته دم خونه میلاد گودرزی بیچاره واسه عربده کشی. امروز صبح یاشار سلطانی اطلاع داده حسن میر محمد علی داماد شمخانی با بیل و کلنگ به همراه کارگران ساختمانی به منزل خبرنگار ما هجوم برده و همسر و کودک وی رو وحشت زده کردند. لطفاً دبیر شورای عالی امنیت ملی از خانواده مردم مقابل دار و دسته دامادش محافظت کنه، در این دار و دسته خودش. ببینید 25 دی ماه 97 بالاخره بعد از این پیگیری ها ابلاغ رأی تخریب طبقات اضافی ویلای داماد شمخانی اعلام شد که البته تخریب نشده، همونطور که تخریب ویلای دختر نعمتزاده وزیر قبلی روحانی تو همین لواسون ماسمالی شده. ببینین ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا آقازاده ها از 3 ساله تا 90 ساله نانی به کف آرند و گدایی نکنن مثل قبل از انقلاب. بیت رهبر معظم و دفتر بازرسی و قوه قضایی و شهرداری و همه و همه، یعنی از سالار دوزده گرفته تا بچه 3 سال. حالا یه نکته رو بگم درباره همون دختر فلانی که از همین بچه 3 ساله شروع کنیم. این بچه 3 ساله مشخصا کی هست؟ محمد طه میر محمد علی، نوه علی شمخانی، نماینده پیشوا در شورای عالی امنیت ملی. البته یه نماینده دیگه هم داره، سعید جلیلی، که حالا امشب باش کاری نداریم. محمد طه میر محمد علی 3 ساله، بچه برادر هانی میر محمد علیه. هانی میر محمد علی که همون خونه های لواسون به اسم اونو داداشش هادیه، شوهر فاطمه حسینیه. فاطمه حسینی که عضو فراکسیون امید مجلس، نماینده مجلس هنیشون. او دختر صفدر حسینی، وزیر اقتصاد در دولت محمد خاتمی و رئیس سابق هیئت مدیره صندوق توسعه ملی است که پس از جنجال موسوم به حقوق‌های نجومی استعفا داد. صفدر حسینی که رئیس صندوق توسعه ملی بود و استعفا داد، فقط واسه 1 ماه 70 میلیون تومان حقوق می‌گرفت و جمع 1 سالش بیش از 1 میلیارد تومان شد. فیش حقوقی سال 94ش نشون میده که فقط در سال 94 1 میلیارد تومان فیش حقوقیش امضا شده. حالا این دختر صفدر حسینی که خودش نماینده مجلس و پدرش رئیس صندوق توسعه بود و برادر شوهرش داماد شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیه، این آدم خیلی شفاف، خیلی هم خوش سابقه است. یه نکته. افکار نیوز 13 تیر 95. در حالی که به نظر میرسید حساسیت ها نسبت به فیش حقوقی صفدر حسینی و چند تن از همکارانش در این صندوق استراتژیک دولتی در حال فروکش کردن است، خبر رسید که در سالهای 91 و 92 که اوج بحران و تلاطمات نرخ ارز بود، صفدر حسینی از طریق یکی از نزدیکانش در هیئت مدیره بانک مرکزی مجوز تأسیس یک صرافی را برای داماد و دخترش دریافت کرده است، یعنی برای هانی و فاتی. بر طبق ثبت شرکت صرافی هانی میر محمد علی، داماد صفدر حسینی را روزنامه رسمی کشور منتشر کرد. این صرافی که ریاست هیئت مدیره اش را فاطمه حسینی دختر صفدر حسینی بر عهده داشته، در سال 90 به ثبت رسید. یادتونه دیگه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در
دی 93 اعلام کرد که در سالهای 91 و 92 همین موقع در اوج تلاطمات بازار ارز ظرف 17 ماه برخی صرافی ها 22 میلیارد دلار ارز از کشور خارج کردند و سود 7000 میلیاردی ناشی از رانت ارزی را کسب کردند. سوت نکشه کلتون، اینه بس، اینه این نظام مقدس بر شانه های مستضعفان بنا شده. ویلاهای کلاک تو لواسون که قبل از انقلاب همه ساکنانش کشاورز بودن، بعد از انقلاب 57 ستاد فرمان اجرایی، ستاد اجرایی فرمان امام مثل بختک افتاد روش، مصادره کرد کل زمینای کلاکو. 1 میلیون متر مربع 6000 میلیارد تومان تخلف از قوانین خودشون نتیجه این دخالت ها. ببینید نوشته دیگه، یاشار سلطانی گفتم اولین کسی بود که اینا رو افشا کرد. صحنه‌گردان این پروژه آقایان آملی لاریجانی و ناطق نوری بودن، رؤسای سابق قوه قضاییه بازرسی دفتر رهبری. نتیجه این دخالت ها مجوز 62 ویلای 2000 متری و تولید ثروت 6000 میلیاردی برای مالکان زمین بود. رهبری هم یه حفاظت فرمودن، یاشار هم مجبور بنویسه. خب ببینید کجاست این کلاک کجاست؟ لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه و آقای ناطق نوری رئیس وقت بازرسی دفتر رهبر دخالت میکنن و این باعث میشود که تغییر کاربری صورت بگیره. زمین های 1 میلیون متر مربع که بغل گوش سد لطیانه اونجا ساخته بشه و 30% کلاک بغل گوش سد لطیان بیش از 30% منبع شرب تهران رو تأمین میکنه. خب حالا تو این بچاپ بچاپ و بساز بساز میدونین چند تا خونه و ویلای خالی تو ایران وجود داره همین امروز که هیچ مالیاتی بابتش گرفته نمیشه؟ یعنی چی؟ یعنی هیچ حساب کتابی نداره، حساب کتابشون معلوم نیست، نه قیمت خرید زمینش، نه ساخت و سازش، نه مبدا پولی که برای زمین ساخت و ساز داده شده، هیچ چیش معلوم نیست. کجا اومده این پول و این زمین چقدر تا کجا میتونه، اصلا چقدر قانونی چقدر غیر قانونی، طبق قانون خودشون فقط صاحبخونه میدونه، صاحبخونه ای که اینجوری هم حاکم، یعنی اعضای همین مافیا. یه وقتی طرح مالیات بر خانه‌های خالی تو مجلس داشت تصویب می‌شد که علی لاریجانی رئیس مجلس که باید بلا تشبیه سخنگو و نماد نماینده‌های مردم باشه نذاشت. طرف میگفت توی فرانسه زندگی میکرد، میخواست برگرده ایران. گفت 6 ماه دیگه بایستی صبر کنم. گفتم چرا؟ گفت خونم رو باید بفروشم، پولش رو بگیرم بیارم ایران. اگر زیر 30 سال خونه رو بفروشم 70% فرانسه دولتش از من مالیات میگیره. این نتیجه این میشه که همیشه مسکن آرام، تورم تو مسکن دیده نمیشه، تورم تو اجاره مسکن دیده نمیشه، بورس بازی زمین نیست. یک ماده واحده ما اینو توی مجلس 8 توی اصلاح نظام مالیاتی یک بند آوردیم خانه های خالی مالیات بدن، حذفش کردن آقای لاریجانی، حذفش. من دقت داشتم، خودم اصرار داشتم تو تصویب این ماده آقای لاریجانی حذفش کرد با اون شیوه که ایشون بلده دیگه. حالا در اداره مجلس اگر همون توی اون قانون اومده بود امروز بعضی مسکن اینجور نم. چرا حذفش کرد؟ غیر از منافع خانوادگی خودش و داداشاش آقای لاریجانی تو باقای ورامین، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روحانی هم بهش، وزیر وقتش بهش نامه نوشت. آخوندی 63 ساله با گیسوان رنگ شبق کرده، متولد نجف در عراق، از سال 61 یا وزیر بوده تا امروز یا معاون وزیر بوده، اصلاح طلب حیوانی. تو نامهش نوشته که چندان پولی نمیشه مالیات خونه های خالی. تو همون بند 2
طبق آمار خودش، بعد هم میگه مشکلات دارد. طبق آمار خودشون، خود دولت میگه نزدیک 5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. خود دولت، یعنی مشخصا جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، ارزش این خونه ها رو 250 میلیارد دلار اعلام کرده، یعنی حدود 1/6 کل درآمد نفت تاریخ ایران. من یکی دو نمونه دیگه بگم خدمتتون و بحث امشب ببندیم تا هفته آینده که بریم سراغ بقیه‌شون. ببینید، وقتی فلاکت اقتصادی و نیاز به نون شب باشه، اون قسمت میخوام برسیم به آخر برنامه، یه جمعی بزنم که بعض مردم چجوریه. فلاکت اقتصادی، فلاکت فرهنگی هم به وجود میاره، ارزش‌های انسانی رو همه رو واژگون میکنه. جامعه امروز ایران، هر کی میخواد دستشو بکنه تو جیب اون یکی، هر کی میخواد اون یکی رو بچاپه، مسئول مستقیمش هم حکومت جمهوری اسلامی است که این بلا رو سر این مردم آورده. در کجای دنیا، مگر در شاخ آفریقا شما ببینید قحطی زده باشن و یه کامیونی چپ بکنه، بار گندم داشته باشه بریزه؟ ببینین دیگه، ببینین. فقط تو جمهوری اسلامی ایرانه که بنابر آمارهای خودشون 8% منابع جهان رو داره. خالی کن این ذهنو، بریم پرده آخر. در نقل هست الان امام حسن عسکری را خواستن، قاطر چموشی را آوردن، گفتن آقا این قاطرم تقدیم خدمت شما، امشب شما مهمان ما بودین، قاطرم هدیه شما از طرف خلیفه و سوار شید ببرید. تا امام سوار بشه به زمین بزنه امامو کار تمام بکنند. راوی میگه امام این لزام قاطر رو گرفتن، یه چیزی تو گوش قاطر گفتن، قاطر وحشی عرق شد روم شد، سرش انداخت پایین، اهلی شد، وحشی را اهلی کرد، بعد یواش سوار شد. یعنی تو گوش ما یه چیزی به جهنی احلی میشه. نمیشه. شب و روزگار خوش. شب و روزگار خوش.